زبس که بارش عب زبس که قررش ما زبس که تابش تندر البرز سر از خواب برداشت البرز که راز جهان با اوست که بر نخستین گردش خورشید گواه راستین بوده است و در پای خود می نگرد مردان را که زاییده می شوند و زاییده می شوند و باز می بیند که می میرند و می میرند تنها اوست که نیک می داند زندگی مردان یک دو هزار ناچیز است و هر چیز دیگر از آن ناچیزتر آها هسپندگی ایش از این دشمن ها یابندگی نبود ما را شکست ندادند از این پیش ما خود شکست خورده بودیم تو از که سخن میگویی مردمی که از آنانی از تو نیستند چه کسی گفت کسانی که دوست میداری دوستدار تو هند تو آن چرخ عرابه‌ای که در چاله فرومان بنگری پهلوان که چگونش با آتش میکشند هرچند زیر بار آنان شکست نه این جنگ را من نخواستم من خود بازیچه این پیکارم هنگاه که باید یگانه می بودن بیگانگی کردن هر کس خود را اندیشید هر یک به راه خود رفت بسا پهلوان نام‌آور که تنها بسا تنهای تنها‌ور که به خاک افتاد دلاوران کجا هستند و گردن آوران آوری این بیداد از ماست و بیداد گرن ماری تنها شکست بودشان که هم آواز کرد اینک سنگ بر سنگ مویه می کند که ما را از بنده ایشان رها کنید چه جای درنگ گوش من بر بهانه ها بسته است و من با تو می فرمایم ای کشفات که خردمندی هرچه دلاوری است گرد آور این تو این پیمان آرش می شنود که او را به نام می خواند گوش تیز می کند و این جز دیدبان برج چوبین نیست ای آرش ایشان سردار به جای پیک مردی میجودد من گفتم تو زبان دشمن را نیک میدانی و پیغام بی کمکاست میبری اینک بازگرد و در غبار بنگر پس آرش سر میگرداند و این سردار است که از دل غبار او را پیش میخواند با نشانه انگشت آشنی خواستم و منشان بخشیدم انگام پیمان مرز را در گروه تیری خواندم و ایشان از ترس خشم سختم پذیرفتند و این همه با سوگندان سخت ما خورد شده ایم خوردن انگاه که تو تیریت بازی آن کس که من فرمان میدهم من نه چرا؟ او رش ما پیمان کرده ایم اما هرگز نگفتیم که تیرانداز را چه کسی برگزیند؟ اینک من میگویم ولی خدا من دارم که برام استوارم کوشش بیوده میکنی ایشان نمیپذیرند این پستیست آری اراش ایشان انگام ما را پست خواندند بگذار اکنون روزگار ما باشد آن که تو آخرین تیر ترکش من بدم که می توانستم ابوه شما را از تیر مخترانم آرش این نوشته با دست توست و تو این را سراسر نیک می دانی من هیچ نمی دانم من نمی دانم من شنیدم که تو کشفات را ستونی که تیر نیندم چرا؟ گمان میکنی فریبکارم بیگمان پس مرا بکن همین خواهم کرد درنگ و سپهدارم اگر از این سگ موی کم شود آن دیوان سیل خون روان خواهد کرد تو این را نیز نیک میدانستی این پیغام دشمن است این پیشکشی را شاه توران به آرش فرستاده یا باز هم چیزی نمیداری؟ نه آیا تا
تو براستی با مایی؟ آیا نیستم؟ این تا چند است باری؟ تا جان! این تیر شاید بهانه‌ای باشد تا دشت ها به ایشان بسپارند و با دشت ها انبوه بندگان. از راه من کنار برو بیمرد، بندگان بیندیش. من خود از ایشانم. این تیر آیا پایان بندگیست؟ نه، این به سود ایشان نیست. و سود و زیان چه میدانی؟ با این تیر چیزی هست که دیگرگون نمیشوند و آن روز بندگان که به هر حال بندم. این مرد به اسیران بیندیش. برای من جای اندیشیدن نمانده است. به آنم بیندیش که در گروهند. چه کسی به من میاندیشد؟ برای من راه بازگشتی نیست. من مرد راستی و پرهیزم و شما همه سخن من به گوش شنیدن نشنیدید. چرا از دشت نبرد به سینه کوه نگریختی؟ چرا در هنگامه آشوب جان به دشنه ای نسپردی؟ چرا نزدیک تنگ چشمان پاش خم نکردی؟ تا سزاوار یارش، من نادانم یارش. برها به رنج دانایی میفکن. من از خانه بسیار دورم و دریغا که خانه ای باشد. اینکی تی تو را برگزی تا به خندگانی گیرد. وای از دمی که تیر تو به سوی تو بازگردد. جایی که نباسر انگشتر خربنده رسفای انبوه نشدی، گیهان پر از ناله های تو خواهد شد. از نیشخند کوچ و کارزاری و آه آنان که پشت چرخ نخدابی پیر می شوند، خاموش دیگر مگویانش. دیگر مرا آماج آشفتگی مکن. دست از من بدار تا با آتشم نبسوزی. اما این چیز که در سر من میگردد، این چیز که در بازوانم میدود، این چیز که در رگایم میجوشد، این نیرو چیز در من یارش. چگونه توانست
توانستم او را بر دوش خود نگاه دارم و زبان او شعله های آتش بود و خروش از گیهانیان برخواست